بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه، أما بعد. بینندگان و شنوندگان عزیزی که در هر جای دنیا قرار دارید، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در این دهه مغفرت که دروازه های بخشایش معبود منان باز است، دست نیاز به سوی بینیاز مطلق به امید اجابت بلند نموده و برای سربلندی امت مسلمه دعا می نمایم. از بارگاه کبریایی او می خواهم سایه شوم ظلم، بیعدالتی، اختلاف و مریضی را از سراسر گیتی برچیند و فضای صلح، امنیت و اخوت اسلامی را در مملکت عزیز ما و امت اسلامی خصوصا و برای جهان بشریت عموما عنایت فرماید. علما و دعوتگران واقعی را بیش از پیش خدای عزوجل توفیقات مزید عنایت فرماید تا آنچه حقایق دین حنیف اسلام است به دور کم و کاست در پرتو کلام حق و سنت نبوی صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم خالی از گفتار و کردار افراطی و تفریطی بیان نماید و همچنان از رسانه های تصویری که در خدمت اسلام و مسلمین قرار دارند اظهار امتنان و شکران نموده توفیقات مخلصانه ایشان را در راه تنویر اظهار عامه از بارگاه رب العزت مستدعیم. خود می دانید که پروگرام های اختصاصی ماه مبارک رمضان پی در پی توسط علمای عزیز ما از داخل کشور و خارج از کشور انتشار می‌یابد. و رهنمایی ایشان برای امت اسلامی یکی از نعمات بزرگ خدای متعال جلت عظمته است. چون مسائلی که علما در این ماه مبارک و در پروگرام های اختصاصی خود منتشر می نمایند، همه و همه پیرامون سه آیت است که در سوره مبارکه بقره، یعنی آیه مبارکه 183، 184 و 185 است. این سوره مبارکه خاصتاً راجع به احکام و فرضیت ماه مبارک رمضان و فضائل این ماه و معاذیری که مسلمان ها در این ماه داشته باشند و رخصت هایی که از جانب خدای عزوجل برای ایشان داده شده است و همچنان ابو مسائلی که قابل تعریف و تمجید است از این ماه مبارک و پرفیض توسط علمای کرام همیشه در برنامه های خصوصی ماه مبارک رمضان برای امت اسلامی بیان شده است. و
من هم به تأسی از روش علمای کرام میخواهم همین سه آیت را به صورت مختصر بیان نمایم و پیرامون آن نیز به صورت اختصاصی و اختصاری سخنان خدمت شما شنوندگان عزیز و بینندگان محترم بیان نمایم. خدای عزوجل در این سوره مبارکه بقره می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. در آیت مبارکه 184 می فرماید ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لكم إن كنتم تعلمون. در آیه مبارکه 185 خدای عز و جل می فرماید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. تا جایی که خداوند می فرماید يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. در آیه 183 بقره فرضیت روزه بیان گردیده است، یعنی روزه به حیث یک حکم مفروض برای مسلمان ها در سال دوم هجرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره از جانب خدای عزوجل توسط سیدنا جبریل امین به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد. البته در این آیه مبارک چیزی که بسیار توجه به خود جلب میکنه مسئله تقواست که در آخر این آیت آمده که خداوند جل جلاله فرمود کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یک حکمت بسیار لطیفی هم در این نهفته هست که خدای عزوجل به یاد مسلمان ها میدهد که روزه قبل از این که در سال دوم هجری به نبی کریم صلی الله علیه وسلم به حیث یک فریضه و با امتشان از جانب خداوند نازل گردید، امتهای قبل هم این فریضه را از جانب خدای عزوجل به حیث هدیه گرفته بودند، از آدم علیه السلام تا به خاتم الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ولی مشهور است که در امتهای قبل مثل امت سیدنا موسی علیه السلام و سیدنا عیسی ابن مریم علیهما سلام امت ایشان روزه می گرفتند و روزه امت حضرت موسی اختصاص یافته بود به روز عاشورا و نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم نظر به سوالی کردن و خود را به حضرت موسی نزدیکتر از قوم بنی اسرائیل می دانستن، بنابراین روزه عاشورا را تا وقت نزول ای آیات مبارکه فرضیت ماه مبارک رمضان روزه داشتن و حتی گفتند که در
آینده هم اگر حیات باقی بود یک روز را بران خواهم افزود. و او با واسطه ای بود که جشن بود برای حضرت سیدنا موسی و امتشان به خاطر نجاتشان از تهدید و تعقیب فرعون، هامان و لشکریان پلید آن، که خداوند همه اوشان را در بحیره احمر غرق و سیدنا موسی و پیروان موحد آن را نجات داد. ولی در امت حضرت سیدنا عیسی علیه السلام دیگرگونی ایجاد شد در مورد وقت روزه و تعداد روزهای روزه، که آن را از زمستان و تابستان و بهار تبدیل کردن، چون ماهای قمری دوران داره در 12 ماه، بناهن نخواستن که در گرمای سوزان روزدار باشن و یا در سرمای یخبندان روزدار، بناهن در فصل ربیع یا بهار او را تغییر دادن و روزهای روزه رم نیز از 30 روز یا 29 روز قمری به 50 روز بالاخره رساندن، که 10 روز به خاطر جبیره تغییری که دادن و کفاره ای که بر خود لازم دانستن و 40 روز رساندن، و طوری که گفته شده که پادشاه ایشان هم مریض بود و بالاخره پادشاه بعد از این وفات یافت، جانشین او 10 روز دیگر هم زیاد کردن که به 50 روز رساندن. در کتاب های تاریخ همینطور آمده، والله اعلم بالصواب. منظور باییست که روزه در امتهای قبل هم باییست یک فریضه از جانب پروردگار تعیین شده بود، ولی تغییراتی آوردن که مسئله تقوار خداوند جل جلاله که برای امت اسلامی در آخر ای آیه 183 بیان می فرماید مؤمنین متوجه می شود به پرهیزگاری، و یکی از جمله عوامل پرهیزگاری است که احکام الهی باید تغییر نکنه. چیزی که خدای عزوجل در محکمات برای امت اسلامی امر فرموده او را باید مؤمنین تغییر ندن، یعنی به هوای نفس خود و خیال خود او را خدای نخواسته تغییر ندن، که وبالی که برای امتهای سابق آمده مبادا نصیب امت مسلمه شده. و از جمله تقواست که باید احکام تغییر نکنه. بنابراین تقوا یکی از جمله ممیزاتش در ماه مبارک رمضان، که این فضیلت این ماه با تقوا گره خورد. و تقوا عبارتند از وقایت النفس عن المحرمات است، یعنی وقایه کردن و حفاظه نفس سرکش بهیمه که به طرف حواجس نفسی میلان داره او را و لجام مجاهدت و تقوا پیچاندن و او را حبس کردن و موافق به امر خدای عزوجل عمل کردن. این تقواست، و تقواست که تقویه میکنه ایمانش، تقواست که قلب انسان از پلیدی ها دور میسازه، پاک میسازه، تقواست که انسان را با قله شامخ انسانیت میرسانه، تقواست که انسان را از حزیز پستی و نیستی به اوج هستی میرسانه، تقواست که انسان را به حیث یک قوه ممیزه بین انسان بی تقوا و با تقوا، انسان پرهیزگار در بین جامعه معرفی می نماید. و تقوا یک امتحان الهی است و
وقتی که خدای عزوجل در بیرون از ماه مبارک رمضان انسان را از تمام منهیات برحذر داشته به طور تعمیم عموما، یعنی از محرمات انسان نه تنها در ماه مبارک رمضان باید گوشه بگیره، بلکه در همه ماها خود را از این عمل شوم و منهی عنه باید دور بسازه، چیزهایی که حرام است، چیزهایی که انسان را با وادی دلالت و گمراهی می کشد انسان باید دوری کنه. ولی تقوایی که در ماه مبارک رمضان آمده این تقوای اختصاصی است. یعنی چی؟ یعنی انسانی که در بیرون از ماه مبارک رمضان طعام، شراب، جماع، چیزهایی که حلال بود بر او و انجام میداد، در ماه مبارک رمضان همو چیزهای حلال و مباح بر ای حرام میشه. الهاله خودداری از یک عمل زشت خو یکی از جمله فطرت انسان است، ولی یک عمل نیکی که او مباح است و حلال است ولی خدای عزوجل گفته که خدا از این هم دور بساز، انسان با تقوا خدا از این هم دور میسازه، یعنی مانع اکل و شرب خود و مباشرت جنسی حلال میشه. پس این تقوا تا تقوای بیرون از ماه مبارک رمضان فرقی و ایست که او از محرمات انسان گوشگیری میکنه و ای از چیزهای حلال هم گوشگیری تا وقت افطار، یعنی از طلوع صبح صادق تا غروب آفتاب انسان از اکل و شرب و وسایل جنسی و اینهای حلال دوری میجوی. پس خداوند جل جلاله انسان ابتلا و آزمایش میکنه بر نفس خودش در ماه مبارک رمضان که ای بنده من از همه این چیزها به خاطر من باید دست کشی. از همون سبب است که خداوند جل جلاله میفرماید که تمام عمل بنی آدم برای اوست و تنها روزه برای من و منم که اجر و ثواب آن را به قدری که میدانم میدهم. انسان میداره که چقدر ثواب خدای عزوجل در برابر روزه روزدار مقدر شده است. روزه ماه مبارک رمضان انسان مؤمن را بیش از پیش به این مکتب تربیتی و تعلیمی جسمن و روحن پرورش میده تا نفس خیش را به قله شامخ تقوا عروج دهد. ابوتر که در وجود انسان نفس سرکش و اماره به سوء وجود داره، نفس لوامه وجود داره که در قرآن کریم آمده است لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم بالنفس اللوامه. نفس اللوامه انسان ملامت میکنه از یک عمل زشتی کرده، با او خدای عزوجل نوری را در قلب از او متجلی میسازه که خودش اعتراف میکنه که همین کار غلطی که من کردم، من واقعا باید توبه کنم به حضور پروردگار و از این کار خود صرف نظر کنم و خودم ملامت میکنه. و انسانی که ملامت خدا را بالاتر از ملامت مخلوق دانست، واقعا او قدم میگذاره به نفس ملهمه.
چرا انسانی که از ملامت مخلوق نهراسید و ملامت خالق را مد نظر گرفت، چنانچه که خدای عز و جل می فرماید و خداوند می فرماید که یعنی کسی که از ملامت هیچ ملامت کننده نترسید، از ملامت من ترس دارد. ولا یخافون لومت لائمین، اونها کسانی هستند که هیچ خوفی ندارن از ملامت هیچ ملامتگری اگر اونها در راه حق باشند. بسیار کسانی هستند که در راه حق هستند ولی بعضی مردمی که عقیدهشان سست است اونها رو ملامت میکنن. پس ایشان در راه خود مستقیمند، استقامت را دست نمیدهند و به ملامت ملامت کنندگان ناحق گوش فرا نمیدهند. فقط و فقط ملامت خدای عز و جل در نظر دارد. بعد از او که به نفس ملهمه رسید، اینجا هست که فالهمها فجورها و تقواها، الهام میشه از سوی پروردگار برای انسان مؤمن، قلبش یک نور انشراح میکنه که خداوند به این علم میده که بین فجور و تقوا تمیز ایجاد کنه و همونطور طرف تقوا رو میگیره با ایمان کامل خود و میره به طرف نفس مطمئنه و مرضیه، راضیه و مرضیه و عبادیه و منادی غیبی در او وقت است که ندا میکنه که فدخلی فی عبادی و ادخلی جنت. پس تقواست و پرهیزگاریست و تعمیل احکام الهیست که انسان را به این مرتبه علیا و درجه کبرا میرسونه. و از جمله محسنین متقین میشه انسان و معیت پروردگار عز و جل برای خود ایجاد میکنه. یعنی خداوند جل جلاله میفرماید ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، که تعریف احسان در حدیث جبریل امین به نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان شده که لازم به این نیست که مکرر شود. و همچنان معیت الهی کمال بندگی و بند پروری است که خالق عالم همراه انسان باشد. وقتی که خداوند جل جلاله همراه انسان بود، انسان از هیچ چیزی خوف نداره، از هیچ چیزی خوف نداره. و اگر عنایت و مهربانی و لطف الهی همراه انسان نبود، انسان از هر چیز خوف پیدا می‌کرد. وقتی که انسان از خدا خوف پیدا کرد، همه چیز از او می‌ترسد. وقتی که انسان از غیر خدا خوف پیدا کرد، از هر چیز می‌ترسد. مسئله حفظ آداب روزه از جمله ضروریات است که من در این مورد هم انشاءالله خواهم گفت. در آیه 184 مسئله روزه های معدود را خدای عز و جل تذکر می دهد، یعنی ماه مبارک رمضان روزه های معدود است و معدودات علامه تقلیل است، مثل دراهم معدوده که در قرآن کریم آمده، ایام معدوده در قرآن کریم آمده و در اصطلاح عرب ها هم چیزهای خیلی قلیل و
چیزهایی که انگشت شمار باشه یا شمارش کمی داشته باشه او را معدود میگن. چون ماه مبارک رمضان یا 29 روز یا 30 روز قمری است، بناهن نه کم و نه بیش از آن در شریعت اسلام به حیث ماه مبارک رمضان تعیین شد، بلکه 29 روز یا 30 روز است که یک ماه قمری است. و خداوند جل جلاله چون بنده را به روزه مکلف گردانیده است، ایام معدودات را برای ایشان به حیث یک تخفیف بیان فرموده، یعنی نه 40 روز، نه 50 روز، نه کمتر، نه بیشتر. بنابراین باید به همی ایام معدود انسان روزه بگیره و به حیث یک فریضه الهی او را به همو صورت لازمه که یک انسان مؤمن باید مراعات این روزها را بکنه، باید روزه را به انجام برسونه. و بعدا مسئله مریضی ها و مسافرت هاست. مسافرت های قدیم و بعضی از مسافرت های طولانی که امروز هم در برای انسان مشقت فرساست، بناهن از او مریضی های لاعلاج و مستمر و همچنان مسافرت های مشقت افزا، خداوند جل جلاله به عوض این برای انسان روزدار اگر سفر میکنه یا مریض است قضای روزه را واجب ساخت، که اگر مریض بعد از ماه مبارک رمضان هم مریضیش استمرار پیدا کرد میتونه که فدیه روزه را به جای روزه که خورده در ماه رمضان برای فقرا تصدق کنه. و اگر مسافری در مشقت نبود در سفر، اگر روزه اختیاری است میگیره و یا میخوره، و اگر مشقت نبود بگیره بهتر است. و ان تصوموا خیر لکم. و در آخر ای آیه مبارکه میفرمایه خداوند جل جلاله ان کنتم تعلمون، مسئله علم و دانستن در اعمال و نیات انسان مختص به خود انسان ساخته. خب خداوند جل جلاله علیم به ذات صدور است، میداره که همین شخص به علت مریضی که داره آیا ناتوان است، نمیتوانه که روزه رو بگیره و یا مسافر در مشقت است یا خیر. اگر در مشقت بود برای او قضای روزه، و اگر مریض در مشقت بود و استمرار پیدا کرد فدیه روزه. یعنی خداوند جل جلاله بنبست در مسائل اسلامی رفع ساخته و راه نجات برای امت اسلامی هموار ساخته است. و خداوند جل علا مجده معاذیر را مقید به علم خود شخص نموده است. ان کنتم تعلم، اگر شما میدانید که در مشقتید قضای روزه بر شما لازم است، روزه رو بخورید. و اگر میدانید که در مشقت نیستید روزه رو فطر نکنید. در آیه 185 که در این ماه مبارک رمضان به نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ترتیب نازل گردیده، ببینیم که مسئله نزول قرآن کریم در اینجا بیان میکنه. نزول قرآن کریم یکی از جمله فضائل ماه مبارک رمضان است که فضیلت ماه رمضان به او گره خورده. و خود قرآن کریم به حیث
یک کتابی یا یک میزانی فارق بین حق و باطل است. یعنی حق و باطل با همو حکمتی که داره قرآن کریم و عدالتی که خدای عزوجل داره در کلام خود بیان کرده و حق و باطل از هم جدا میکنه و مبین هدایت برای همه بشر است. یعنی قرآن کریم کتابی نیست که تنها برای امت اسلامی آمده باشه، بلکه رهنما و هدایتگر است برای همه انسان ها. پس هر که این ماه مبارک را دریافت، روزه ماه مبارک رمضان بر او فرض می‌گردد، مشروط بر این که شخص سالم باشد، عذر نداشته باشد، عذر معقول و مشروع، و همچنان مقیم باشد و مکلف باشد و مسائل دیگر. بناهن خدای عزوجل بعد از این مسئله تیسر و آسانی را بیان میکنه و میفرمایه که یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خداوند جل جلاله ارادهش با آسانی است، نه با سختی است. چرا؟ دین مبین اسلام دین حرج نیست و خداوند در قرآن کریم میفرمایه که و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی هیچ حرجی بر شما از جانب ما در دین شما وارد نمیشه، یعنی حرج نیست و ما نگردانیدیم بر شما حرج در مسائل دینی و همچنان دنیایی و همچنان لا اکراه فی الدین، هیچ اکراهی در دین نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ نفس را ما فوق طاقت امر به هیچ امر چه عبادت چه معاملات خداوند جل جلاله نکرد. و بعدا انسان را به شکرانه نعمات مالی معنوی و مادی خداوند جل جلاله میخوان که شما باید شاکر باشین در مقابل نعمات. یکی از جمله نعمات فرضیت ماه مبارک رمضان برای امت اسلامی است. و در مقابل هدایتی که قرآن کریم برای بشریت عموما می نماید، انسان باید شکران این نعمت را به حضور پروردگار ادا کند. ماه رمضان ماه بازسازی جسم و روح است. ماه شکم پروری و پرخوری نیست. ماه تکلف و زیادراوی و اسراف نیست. ماه تنظیم اعمال است. ماه تنظیم اخلاق است. ماه انفاق به تهیدستان و محتاجان است. ماه تفقد و مهربانی و لطف به هم نوعان است. ماه ترحم بر یتیمان و بیوزنان است. ماه عبادت و اطاعت خالق منان است. ماه عیادت مریضان است. ماه دلجویی غمدیدگان است. ماه کمک بر رهایی قرضداران است. ماه تزکیه نفس و تزکیه مال است. ماه تعدیه زکات با مستحقان است. ماه تلاوت، تدبر و تعمق با معانی و مفاهیم حکیمانه قرآن است. ماه قیام اللیل، تراویح و اعتکاف خالصانه با حضور پروردگار مهربان است. ماه پرورش روح و سرکوب نفس بلجام مجاهدت که این نفس اللجام گسیخته را
و سرکش را در تحت قبضه و هیمنه خود انسان قرار ده. ماه صبر و استقامت بردباری و حلم است. روزه شخص مؤمن سپر است در مقابل همه بلاها، چنانچه که قائد بزرگ اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم در حدیث می فرمایند: الصوم جنه. صوم جنه هست، یعنی سفر است در مقابل همه بلیات. و بالاخره ماه مبارک رمضان ماه مناجات و انابت است، ماهی است که در آن لیله القدر است که یکی از فضائل دیگر ماه رمضان است. فضائل ماه مبارک رمضان هم بیشمار است. یکی آن که یک رکن از ارکان عملی اسلام است و عبادت است مخلصانه و مخفی که جز معبود برحق و خود شخص کس دیگری به چگونگی آن واقف نخواهد بود تا گفته نشود و تا ظهور نکند که کس دیگری بداند. دوامان که نزول قرآن کریم یکی دیگر از فضایل رمضان است که پیشتر در موردش صحبت کردیم. تقسیم این ماه به سه دهه، یعنی دهه رحمت، مغفرت و نجات از آتش دوزخ، دیگر یکی از فضائل ماه مبارک رمضان است. صیام و قیام اگر ایمانن و احتسابن، یعنی از روی تقوا و اخلاص صورت میگیره، چه قیام اللیل باشه، چه صیام ماه مبارک رمضان باشه، صوم ماه مبارک رمضان باشه، این هر دو سبب میشه که خداوند جل جلاله گناه های گذشته انسان را مغفرت نماید. و طوری که گفتم اجر روزه و روزدار با خداست که خداوند می فرماید که کل عمل بنی آدم له الا الصوم. چرا خداوند جل جلاله گفته که ای فقط به ما تعلق دار و ما هستم که جزای ازوره انا اجزی بی و جزای ازوره تعیین. و دیگر این که لیلة القدر است که در دهه اخیر ماه مبارک رمضان در شبهای تاق، یعنی 21، 23، 25، 27 و 29، ولی اشهر و مشهورترین 27 است. والله اعلم بالصواب. و این لیلة القدر از هزار ماه دیگر بهتر است، یک شب. پس اگر انسان در این شب عبادت میکنه و انابت میکنه و به حضور پروردگار به سجده شکر میفته، پس معلوم میشه که برابر به هزار ماه ای عبادت کرد که تقریبا یک عمر انسان است که 80 چند سال یا 3 یا 4، 83 یا 84 سال، معادل 83 یا 84 سال میشه هزار ماه. پس خداوند جل جلاله تمام این نعمات الهی را برای بندگان در این ماه مبارک رمضان عنایت کرده و این فیوزات بیشمار است ما نباید فراموش کنیم و در ماه مبارک رمضان باید تمام آداب ماه مبارک رمضان را مد نظر بگیریم. اگر کدام کسی خدای نخواسته انسان را دشنام میده، حتی انسان باید در مقابل او بگه که من
روزدار هستم، ولی از حلم، صبر، حوصله، مهربانی، لطف، محبت به خود، فامیل خود و جامعه اسلامی و بشری باید رعایت کنه. تمام این چیزا رو حتی به همسایه های خود رسیدگی کنه، به همسایه پهلوی خود که به دیانت های دیگر معتقد هست با او احسان کنه، مهربانی کنه. اینها همه فضایل است که خداوند جل جلاله برای امت اسلامی داد. در پایان از خداوند جل جلاله می خواهیم که پروردگار عالم بار دیگر دعا میکنیم که ظلم، تعدا، آدم کشی، قتل و قتال و تمام مظالمی که مثل ابر سیاه بر فضای کشور و ملت عزیز ما افغانستان سایه افگنده، خداوند جل جلاله همه ای ابر شور از فضای مملکت عزیز ما و از جوامع اسلامی و جوامع بشری خداوند جل جلاله دور بسازه و خصوصا این مریضی مهلکی که روز به روز ای شیوع پیدا میکنه و بسیاری از انسانها را به کام خود فرو برده، خداوند جل جلاله را ساحه گیتی برچینه و مردم را به صلح و امنیت روحی و جسمی خداوند جل جلاله موفق بگردن. در پایان باز هم از تلویزیون هایی که سبب میشن که مسائل ارشادات اسلامی که توسط علمای کرام بیان میشه برای مردم پخش نماین، از خداوند برایشان توفیقات روزافزونی را مستدعیم. تا برنامه های بعدی شما را به خدای عظیم سپرده و در هر جایی که هستید به طاعت و عبادت پروردگار و خدمت به خلق الله و طور صادقانه و دور از افراط و تفریط، خداوند همه ما را قرار بده که در دین مبین اسلام که دین میانه رویست و وسط است و امت اسلامی امت وسط است، خداوند ما را در همین راه مستقیم داشته باشه و از انحرافات و چپ و راست ما را محفوظ داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.